جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان. هیئت عالی رتبه دولتی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به منظور ملاقات با شمار مقامات بلندپایه ترکی، سرمایه گذاران، مسئولین بنیادهای فعال در عرصه سرمایه گذاری و سرمایه گذاران افغان مقیم آن کشور به ترکیه سفر نمود. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در روز نخست سفر خویش با محترم هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه دیدار نمود. هنگام ملاقات طرفین پیرامون مناسبات دو جانبه، اتصال منطقه‌ای و انکشاف همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان دو کشور بحث نمودند. محترم ملا صاحب در سخنان خود افغانستان و ترکیه را در درازای تاریخ دو کشور دوست و برادر و دارای روابط خوب توصیف نموده، افزود که اکنون برای انکشاف این مناسبات زمینه خوبی فراهم گردیده و نیاز است که هر دو طرف از آن استفاده مؤثر نماید. محترم ملا صاحب از کشور ترکیه خواستار سرمایه‌گذاری سرمایه گذاران ترکی در افغانستان گردیده و همچنان از ایشان خواست تا تسهیلات لازم را در حیثه دادن ویزا به افغانها با وجود آورد. محترم هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پیرامون مناسبات دو جانبه، انکشاف همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دو کشور اطمینان داده و علاوه نمود که در حیثه سرمایه گذاری و تسهیلات ویزا برای افغانها با بخش مربوطه مشترکاً کار خواهد کرد. همچنان محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند در روز دوم سفر خوش با محترم نایل اولپک رئیس بورد تجارت خارجی ترکیه و شمار از تاجران بزرگ ترکی ملاقات نمود. در این نشست رؤسا و نمایندگان آن عده از کمپانی های جهانی نیز اشتراک نموده بودند که به سطح منطقه و جهان در اعمار زیربناها، استخراج معادن و پروسس آن، میکانیزه شدن زراعت، تولید برق، ایجاد شبکه خط آهن، تولید مواد خوراکی و ادویه‌جات، تجارت، مخابرات و در بخش سیاحت تجربه کاری و پیشینه دیرینه سرمایه گذاری دارند. محترم ملا صاحب در نشست یاد شده هین سخنان خوش به تاجران افغان و ترکی اطمینان داد که با تأمین امنیت سرتاسری در افغانستان برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف برای سرمایه گذاران سهولت ها فراهم گردیده است و امارت اسلامی از سرمایه گذاران حمایت کامل می کند. سرمایه گذاران ترکی اشتراک کننده در این نشست علاقه کامل سرمایه گذاری را در افغانستان نشان داده و واضح ساختند که از فرصت های موجود به نفع هر دو کشور استفاده نمایند. به همین شکل محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در روز سوم سفر خویش در کنفرانسی که از سوی سرمایه گذاران افغان مقیم آن کشور تدویر گردیده بود اشتراک و سخنرانی نمود. محترم ملا صاحب برای سرمایه گذاران افغان از سوی امارت اسلامی پیرامون تأمین امنیت سرتاسری و مساعد شدن زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اطمینان داد. محترم ملا صاحب گفت که از جانب امارت اسلامی امنیت سر و مال تاجران ملی و سرمایه گذاران به وجه احسن تأمین گردیده و حال در فضای امن و مطمئن کار می کنند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در کنفرانس تدبیر شده از سوی سرمایه گذاران افغان مقیم آن کشور گفت که با ایجاد نظام واحد مرکزی در افغانستان زمینه سرمایه گذاری نه تنها به افغان ها بلکه برای خارجی ها نیز فراهم گردیده که مثال بارز آن به دست آوردن قرارداد و سرمایه گذاری معدن غوریان هرات توسط افغان ها با مشارکت سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی می باشد. محترم ملا صاحب در ملاقات با سرمایه گذاران افغان مقیم ترکیه گفت که افغانستان مبرا از تعصبات قومی، زبانی، سمتی، خانه مشترک همه افغان ها است و همه ما مسئولیت آبادی آن را داریم. سرمایه گذاران افغان مقیم آن کشور از وجود آمدن نظام اسلامی در افغانستان، تأمین امنیت سرتاسری و شرایط آسان برای سرمایه گذاری اظهار خرسندی نموده و گفتند که ایشان امرا با مردمشان جهت آبادی کشور کار خواهند نمود. همچنان محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند در روز چهارم سفر خویش به ترکیه با محترم عمر بولات وزیر تجارت آن کشور ملاقات نمود. در این نشست طرفین پیرامون تجارت، سرمایه گذاری، اتصال منطقوی و انکشاف همکاری های اقتصادی میان دو کشور صحبت نمودند. محترم ملا صاحب در این دیدار پیرامون توسعه تجارت، سرمایه گذاری در پارک های صنعتی، انکشاف کاروبارهای کوچک و متوسط، بازگشایی دهلیز هوایی میان دو کشور، برای اندازی نمایشگاه ها، همکاری مشترک اتاق های تجارت دو کشور، ایجاد اتاق تجارت میان دو کشور و افزایش سرمایه گذاری در افغانستان از سوی سرمایه گذاران ترکی صحبت های عمجانبه نمودند. محترم عمر بولات وزیر تجارت ترکیه با محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند
معاون اقتصادی ریاست الوزراء پیرامون انکشاف تجارت بین دو کشور و تشویق سرمایه گذاران ترکی در افغانستان اطمینان داد و علاوه نمود که در این حصه با اداره مربوطه مشترکاً کار خواهد کرد. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در روز پنجم سفر خوش به کشور ترکیه در نشستی که از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و انجمن غیر دولتی صنعتکاران و تاجران ترکیه موسیات تدبیر گردیده بود اشتراک نمود. در این نشست که محترم محمود آسمالی رئیس انجمن غیر دولتی صنعتکاران و تاجران موسیات و شماری از سرمایه گذاران ترکی و افغان اشتراک نموده بودند، محترم ملا صاحب سرمایه گذاران ترکی را جهت سرمایه گذاری در افغانستان دعوت نموده و افزود که در افغانستان برای سرمایه گذاری شرایط آسان گردیده و سرمایه گذاران ترکی از این فرصت می توانند استفاده مؤثر نمایند. سپس محمود آسمالی رئیس انجمن موسیات سرمایه گذاران ترکی را جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان تشویق نموده و علاوه کرد که به منظور استفاده از این فرصت سرمایه گذاران ترکی به افغانستان بروند. محترم محمود آسمالی افزود که با تأمین امنیت سرتاسری در افغانستان در عرصه های مختلف تسهیلات برای سرمایه گذاری مساعد گردیده است. در این نشست افزون به سرمایه گذاران ترکی و افغان رؤسا و نمایندگان آن در شرکت های بزرگ و سکتورهای مختلف اشتراک نموده بودند که در بخش های تولید برق، زراعت، مخابرات، اعمار زیربناها، بندهای آب، مواد ساختمانی و خدمات لوجستیکی تجربه کاری دارند. ایشان ضمن سخنانشان علاقمندی خود را در حیثه سرمایه گذاری در افغانستان ابراز داشتند. هیئت بلند رتبه دولتی به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزراء پس از سفر 6 روزه شام دوشنبه 23 اسد سال روان به کابل بازگشتند. جانان جانان افغانستان، جانان جانان افغانستان.